کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت 18. هر روز صبح رضا پادشاه را تا دفتر او در کاخ همراهی می کرد و عادت داشتند دست در دست پیاده این راه را طی کنند. صبح 21 فروردین 1343 رضا استثناءً پدرش را همراهی نکرد، زیرا قرار بود به خواست مربی خودش از شاگرد جدیدی که به مدرسه کاخ می آمد استقبال کند. بنابراین پادشاه علی‌رغم کوتاهی راه با اتومبیل به کاخ مرمر رفت. همین که به کاخ رسید، یکی از سربازانی که نگهبانی کاخ را به عهده داشت به سوی اتومبیل تیراندازی کرد. بر اساس شهادت پیشخدمت مخصوص و مأمورین امنیتی، همسرم بدون توجه به این واقعه از اتومبیل پیاده شد و وارد سرسرای کاخ شد. در تمام این مدت سرباز به تیراندازی خود ادامه می داد. دو نگهبانی که معمولاً در دو سوی در ورودی کاخ پاسداری می کردند، به محض شلیک نخستین گلوله فرار کرده بودند. پیشخدمت مخصوص سعی کرد بعد از ورود پادشاه به کاخ درها را ببندد، ولی تیر به دستش اصابت کرد. سرباز مهاجم همسرم را تا دفترش دنبال کرد تا اینکه نگهبانان درون کاخ متوجه جریان شدند و متقابلاً شلیک کردند. در این تیراندازی شدید دو تن از مأمورین امنیتی، گروهبان آیت لشکری و گروهبان محمد علی بابایان از پای در آمدند و ضارب نیز کشته شد. پس از آن معلوم شد که گلوله از در دفتر پادشاه داخل و به پشت صندلی که معمولاً روی آن می نشست اصابت کرده است. در این هنگام من خود را برای شرکت در جلسه‌ای که 10 دقیقه بعد آغاز می شد آماده می کردم. تلفن به صدا در آمد. ملکه مادر بود که معمولاً در محوطه کاخ مرمر زندگی می کرد. فرح جون، خدا رحم کنه. چی شده؟ به زحمت صحبت می کرد. مگه چی شده؟ به پادشاه تیراندازی کردن. سپس آنچنان به گریه افتاد که نتوانست جمله ای اضافه کند و من از ترس نیمه جان شده بودم. او سخت می گریست و نمی گفت پادشاه زنده است یا نه، و من در حالت خفقان به زحمت توانستم بگویم خودش چطوره؟ خدا رحم کرده، زنده است. من مانند یک آدمک خودکار گوشی را به زمین گذاشتم، سر و وضعم را مرتب کردم و به طرف کاخ مرمر دویدم. پادشاه کاملا آرام بود و مشغول دادن دستوراتی به افسران نگهبان. خطر بزرگی از سرمان گذشته بود. اگر پادشاه دست در دست رضا در برابر این قاتل قرار گرفته بود چه می شد؟ چندی بعد به خواست پادشاه یکی از همدستان ضارب را که دستگیر شده بودند نزد او آوردند. من از بالای پله ها این مرد را که دستش از پشت بسته شده بود و همسرم به آرامی با او صحبت می کرد دیدم. سپس پادشاه بدون توجه به اعتراض مأمورین دستور داد دست او را باز کنند. مردی بود جوان و ساکت با حالتی مشوش و خجل. اگر پادشاه دست در دست رضا در برابر این قاتل قرار گرفته بود چه می شد؟ چندی بعد به خواست پادشاه یکی از همدستان ضارب را که دستگیر شده بود نزد او آوردند. من از بالای پله ها این مرد را که دستش از پشت بسته شده بود و همسرم به آرامی با او صحبت می کرد دیدم. سپس پادشاه بدون توجه به اعتراض مأمورین دستور داد دست او را باز کنند. مردی بود جوان و ساکت با حالتی مشوش و خجل. صحنه ای بود تأثر انگیز. من به حالش تأسف می خوردم و خشمگین نسبت به کسانی که او را به این کار واداشته بودند. بر اساس اطلاعات بعدی، جوانانی که در این سوءقصد شرکت داشتند از سوی یک گروه چپ افراطی رهبری شده بودند. مغز متفکر سوءقصد پرویز نیکخواه به 10 سال زندان محکوم شد، ولی بعداً مورد عفو پادشاه قرار گرفت. پادشاه غالباً می گفت که می تواند
کسانی را که علیه زندگی او اقدام کردند ببخشد، اما نه آنهایی را که برخلاف امنیت و تمامیت ارضی ایران اقدام کنند. پرویز نیکخواه پس از آزادی از زندان به طرفداران سلطنت پیوست و پس از آن به کار در تلویزیون ملی ایران پرداخت و به همین علت در آغاز انقلاب اسلامی محکوم به اعدام شد. شایع بود که رفقای قدیم توده‌ای او در این محکومیت سهمی داشتند. سالها بعد یکی از دوستانش درباره دوره فعالیت او در گروه‌های کمونیستی از قول او چنین نقل کرد: وقتی برای تبلیغ به روستاها می‌رفتم، مردم فوراً منو به دستگاه امنیتی لو می‌دادن، در حالی که روحانیون می‌تونستن بدون هیچ گرفتاری علیه سلطنت حرف بزنن. 15 سال پیش در 15 بهمن 1327 یک بار دیگر پادشاه از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود. او در مراسم سال روز تأسیس دانشگاه تهران و توزیع گواهینامه های دانشجویان شرکت می کرد. حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود. پادشاه پیشاپیش ملتزمین و همراهان حرکت می کرد و طبق معمول دسته ای از عکاسان دور او را گرفته بودند. ناگهان یکی از آنها از گروه جدا شده با اسلحه‌ای که در داخل دوربین خود پنهان کرده بود از فاصله 3 متری چند گلوله به سوی شاه شلیک کرد. خودش می گفت: چند تا گلوله سمت من شلیک کرد که 4 تای اون به من اصابت کرد. یه خراش هایی تو منطقه گردن و صورتم به وجود آورد. او توسط رئیس پلیس و رئیس دژبان که همزمان تیراندازی کردند کشته شد. همراهان که وحشت زده بودند هنگام تیراندازی هیچ عکس العملی نشان نداده بودند. نام سوء قصد کننده ناصر فخرآرایی بود و تحقیقات نشان داد که عضویت گروه فدایان اسلام را داشت، گروهی مخفی که حتی از همان زمان خواستار بازگشت به قوانین اسلامی بود و نظریاتش 15 سال بعد مبنای گفته های خمینی شد. پادشاه همواره معتقد بود که اگر بارها از مرگ نجات یافته، تنها به خواست و یاری پروردگار بوده است. او در کودکی چند ماه پس از تاجگذاری پدر مبتلا به بیماری حصبه شد، اما از مرگ حتمی نجات یافت. پس از 40 روز تب شدید، پزشکان از علاج بیماری او عاجز ماندند و میگویند رضا شاه که هیچگاه از خود ضعف نشان نمیداد، بر بالین پسرش که علاقه خاصی به او داشت به گریه افتاد. نیمه های شب یک روحانی را به بالین او آورد و از او خواست برای بهبود فرزندش دعا کند. به گفته همسرم، فردای اون روز تب من قطع شد، به سرعت هم بهبود پیدا کردم. چند سال بعد هنگامی که سوار بر اسب به زیارت امامزاده داوود که در کوهستان قرار دارد می رفت، از اسب به زیر افتاد. سرش به تخت سنگی اصابت کرد و همراهان به مدت چند دقیقه یقین کردند که او جان سپرده است. اما پس از یک بیهوشی کوتاه مدت به طرز حیرت آور سالم از جای برخاست. نجات او در واقعی سقوط هواپیمای تایگر مارت که خود هدایت می کرد نیز نمی توانست جز همین اعتقاد و ایمان دلیل دیگری داشته باشد. او همراه با فرمانده لشکر آن منطقه از تأسیسات آبیاری رودخانه بازدید کرد که ناگهان موتور هواپیما از کار افتاد. حکایت پادشاه در این باره مرا به وحشت انداخت. مجبور بودم که توی ناحیه کوهستانی تو دره سنگلاخ فرود بیام. هر کسی که یکم خلبانی بدونه میدونه که این موارد وقتی که سرعت هواپیما از یه حد معینی کمتر بشه، هواپیما به دور خودش میچرخه. چون موتور خاموش بود و نمیتونستم در یک چنین دره تنگی هواپیما رو طوری بگردونم که به طور عادی فرود بیاد، ناچار شدم سرعت هواپیما رو تا حدی حفظ بکنم و همونجا به زمین سقوط کردم. پیش از اون که هواپیما به زمین برسه دستش رو کشیدم تا دماغه هواپیما بره رو به بالا. سرش به تخت سنگی که مستقیماً در جلوی ما قرار داشت اصابت نکنه. سرعت هواپیما اونقدر کم شده بود که فرضاً اگه از اون تخت سنگ هم رد می شدیم ممکن نبود که از سنگ بزرگتری که پشت اون بود بگذریم.
همین که هواپیما به سنگ اولی اصابت کرد، چرخاش از جا کنده شد. همین کار هم موجب شد که سرعت هواپیما بیشتر کم بشه، سریع کم بشه و بدنش روی زمین سنگلاخ شروع کنه به لغزیدن. چند لحظه بعد ملخ هواپیما به سنگ صاف بزرگی برخورد کرد، هواپیما روی زمین ملق زد و پشت به زمین و رو به هوا متوقف شد. ولی ما به طور اعجاب انگیزی بدون کوچکترین صدمه‌ای، در حالی که با کمربندهای خودمون وارونه تو جایگاه باز خلبان قرار داشتیم، نجات پیدا کردیم. این امر اینقدر باور نکردنی بود و اینقدر جالب بود که اون موقع خندم گرفت، ولی افسری که همراهم بود همینطور مات و مبهوت مونده بود. همسرم مطمئن بود تا زمانی که مأموریت خود را در این دنیا به پایان نرساند زنده خواهد ماند. همین طرز فکر موجب شده بود که در مقابل سوء قصد 1343 در دفتر کارش عکس العمل نشان ندهد. او مردی با ایمان بود. فصل دهم. من خود را از جمله سربازان انقلاب می دانستم و صمیمانه به راهی که همسرم برگزیده بود اعتقاد داشتم. ما کشوری عقب مانده بودیم و با اینکه در طبقه مرفه به دنیا آمده بودم، فقر ایران را از دوران کودکی خود خوب به یاد داشتم. 20 سال بعد ما وارد جرگه کشورهایی در حال توسعه شده بودیم و این حق ما بود. غربی ها نمی توانند فخر و امیدی را که در این تغییر مختصر پنهان است درک کنند. این تغییر را ما مدیون شاهنشاه و ایرانیانی هستیم که علارغم طرز فکر عمومی، مخالفت های داخلی، اتحاد ارتجای سرخ کمونیستی و ارتجای سیاه مذهبی و موانع خارجی، از جمله کوتاه کردن دست انگلستان از منابع نفتی ایران، قصد پیش بردن مملکت را داشتند. همانطور که همسرم تکرار می کرد، من نیز معتقد بودم که اگر کوشش های خود را بر همین روال ادامه دهیم، در میانه سالهای 1360 به سطح اقتصادی نظیر کشورهای اروپای غربی خواهیم رسید. از آن پس مانند هر فرد خوشنیتی می خواستم تا آنجا که مقامم اجازه می داد از ابتکارها پشتیبانی کنم و در اجرای سریع طرح‌ها و رفع موانع کوشش کنم. از همون روز اول همسرم مرا در این راه تشویق کرد و همواره رهبر و حامی من بود. او مایل بود در کنارش باشم و به مملکت خدمت کنم. اما انتخاب چگونگی این خدمت با من بود. می بایست جای خود را در فعالیت‌های مملکتی بیابم. بیگمان نقش ملکه را به هزار گونه می توان ایفا کرد و این مسئله بستگی به شخصیت پادشاه و ملکه دارد. من بر آن بودم که با جان و دل نه تنها به خاطر وفاداری به مردی که دوستش داشتم، بلکه به خاطر عشق و سرزمین ایران به کشورم خدمت کنم. از اوان کودکی عشق و خدمت به وطن را در خانواده آموخته بودم. همان احساسی که پدرم از پدر بزرگم به ارث برده بود، برای من نیز نوعی طبیعت ثانوی محسوب می شد. من نیز به نوبه خود می خواستم در خدمت کشورم باشم و موقعیت من به عنوان ملکه امکانات زیادی را برایم فراهم آورده بود. تولد رضا و پس از آن فرحناز مرا تا حدی از فعالیت‌های دفترم دور کرده بود. ولی این وضع قابل مقایسه با زمانی نبود که من هنوز قادر به سازمان دادن به فعالیت‌هایم نبودم و حتی بعضی روزها دچار دلتنگی و ملال می‌شدم. دفتر کارم گسترش یافته بود و برنامه کارم چنان فشرده بود که گاه به زحمت می توانستم خود را به موقع به نهار دو نفری با همسرم برسانم. در حقیقت هر آنچه به ایران مربوط می شد به من نیز مربوط بود. نمی توانستم بگویم که فلان موضوع مورد علاقه من نیست. همین که احساس می کردم در زمینه کمکی از من ساخته است، بیدرنگ اقدام می کردم. بدیهی است که پادشاه و دولت بسیار فعال بودند، اما گاهی به عنوان یک زن و یک مادر دیدی دیگر برای حل مسئله عرضه می کردم و شاید بعضی از اوقات دخالت من موجب می شد مشکلات به صورت ساده تری حل شوند. بعضی از اوقات نیز حضور من در جلسات و یا پشتیبانیم از بعضی از پیشنهادها موجب رفع موانع اداری می شد.
این موضوع خصوصا در ارتباط با مسئله کمک به جذامیان و مبارزه‌ای که با این بیماری آغاز کرده بودیم صادق بود. من با این بیماری برای نخستین بار در مدرسه ژان دارک آشنا شده بودم. در آن زمان از وجود این بیماری در ایران بی خبر بودم. اطلاع از این بیماری چنان مرا منقلب کرده بود که آن شب جز از این موضوع با مادرم صحبت دیگری نکردم. چند روز بعد کتاب زنی با چشمان سبز را خواندم. سرگذشت زنی جذامی که محکوم به زندگی در جزیره خاص جذامیان است. نمی توانستم تصور کنم که بدبختی بالاتر از این ممکن است. رانده شده و مطرود از جامعه به جرم ابتلا به این بیماری وحشتناک. اندکی پس از ازدواجم دکتر عبدالحسین راجی وزیر سابق بهداری از من وقت ملاقات خواست. او را پذیرفتم. خانم زیایی نیز او را همراهی می کرد. هر دو انسانهای ارجمند بودند. از من خواستند ریاست جمعیت کمک به جذامیان را که به تازگی تأسیس شده بود بپذیرم. بدیهی است فوراً با این پیشنهاد موافقت کردم. بدینسان 10 سال پس از تأثیر شدیدی که سخنرانی فول رو در من ایجاد کرده بود، سرنوشت موقعیتی به من اعطا کرد که بتوانم در این راه خدمتگزار باشم. Thank you.